درود به تمام هموطنان عزیزم. روز عاشورا گذشت و شام غریبان در شهر و دیار ما سایه انداخت. در شامگاه شام غریبان در خدمت شما هستم در مسابقه آیکیو. خدا کنه که شما هم با ما همراه باشین و ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ده محرم گرفتیم شما هم ما را همراهی کنید. به طرف اشتراک کننده ها میریم و برنامه را شروع میکنیم. خوش آمدید با آیکیو. از شما آغاز میکنیم، مشک خدا معرفی کنید برام. سلام بر شما، به میده های تلزین آرانا رحم الله هستم، یک اشتراک کننده برنامه آیکیو اما مطلب میسیم 12. سلام به تمام بینندگان تلویزیون آریانا، همچنان به شما مقدس هستم، مطلب میسیم 12 مکتب میرابدین، با امیده که برنامه خوب را پیش رو داشته باشه. سلام تاستا آریانا تلویزیون تول لیدون کتا سجاد امام در اقتصاد پنزی مسته. خوش آمدید به مسابقه آیکیو. اشتراک کننده های عزیز، بر شما 30 گزینه آماده کردیم. در بین 30 گزینه ما 3 گزینه صفر هست. در نخست هر گزینه که شما انتخاب میکنین حق رد کردن نداریم. وقتی که امتیاز به دست آوردید میتونین که رد کنین. حال به طرف سوال عمومی میرم که از شما می داشته باشم. هر کدامتان میفهمید جواب درست چیه، زودتر بر ما جواب بده و میریم انتخاب اول از اونها می داشته باشیم. حادثه عاشورا در کجا اتفاق افتاد؟ در کربلا. در شهر کربلا. کشور عراق. بله. سجاد تانه جواب درست برای ما بده. حال میریم به طرف 30 گزینه و انتخاب اولی که سجاد می داشته باشه. اولین انتخابت کدام گزینه هست؟ سه را انتخاب میکنن. میبینیم مکانهای مذهبی و تاریخی جهان. قبول. نتیجه را میبینیم، ثانیا تمام شد و متاسفانه سجاد نتونست جواب درست بر ما داشته باشه. مرقد حضرت ابوالفضل عباس، شهر کربلای عراق، که بیشترم خودت سوال عمومی ما را جواب دادی. متاسفانه سجاد نتونست تشخیص بده و هیچ امتیازی بعد از نورد. به طرف رحیم میری و انتخابی که از بین گزینه ها داره. گزینه 16. 16 را انتخاب میکنن. میبینیم افغانستان شناسی. قبول. نتیجه را میبینیم؟ متاسفانه رحیم جواب که بر ما داد درست نبود. روضه سخی بود در شهر مزار شریف. وقتی که مزار شریف میری روضه سخی نمیری برای زیارت، برای دعا کردن، برای نیایش دول ندهتیم، برای خواستن بعضی از خواسته های دست خدا میری. نه چطور یادت نامد که اینجا کجا هست؟ متاسفانه رحیم نتانست تشخیص بر ما داشته باشه. متاسفانه هیچ امتیاز هم بدست نورده رحیم. مقدس و گزینه ها شماره 7. گزینه 7. میبینیم نباتات. قبول. نامی گل برام بگو. گل مرسال. نامی گل چی است؟ گل مرسال. گل مرسال. بله. فکر کو بازم. مرسال. مطمئنی گل مرسال است؟ بله. نتیجه را ببینیم. بله. وقت داری میتونی فکر کنی، ولی خواست خودت. ببینیم نتیجه را. نتیجه را میبینه. گل گلاب یا گل محمدی. باز اکثریت مثلا بوی گل قدر که خوش دارم بازم گلاب هم خریداری میکنم، بازم بوی گلاب هم دیگه از این گل گلاب است. باز در نظرا یا هم دیگه زیارت هم که بعضی ها میری از این استفاده میکنن، از امو عطرش و چیش که هست در زیارت ها هم استفاده میشه. درست. و برات میگم گل مرسل است، میگی مطمئن هستم. من خواستم امروز همکاری کنم ولی متاسفانه خودت همو گل مرسل هم کم گرفته بودی که نام اینیم گل اینیمی نام هست. مقدس هم نتانست هیچ امتیاز بعد از بیاره. به طرف سجاد میریم و انتخابی که می داشته باشه. شماره 8.
8 میبینیم. 8 یکی از گزینه‌های صفر ما بود که سجاد انتخاب کرد و از برنامه حذفش کرد. متاسفانه شانس سجاد بازم از دستش رفت. بازم نوبت به خود میرسه، میتونه شانس بعدیت امتحان کنی. رحیم و گزینه‌ها. گزینه 20. 20 میبینیم 20 چی است. هنرپیشه های سینمای جهان. قبول. نامی هنرپیشه رو برای ما بگو. نام فیلمش هم اگر بتانی گفتن. هنرپیشه ایرانی هست خب؟ نه دی. یک فیلم هم به خاطر روز عاشورا دیگه ساخته شده. فیلم ایرانی شخصا ندیدی؟ عاشورا رو به تصویر کشیده. فیلم ایرانی شخصا هیچ ندیدی؟ هیچ. هیچ. هر سال در هر رسانه گذاشته میشه فیلم اینا رو برنامه‌اش گذاشته میشه. نتیجه رو ببینیم. نامی هنرپیشه خسرو شجاع‌زاده هست که بازیگر نقش اولم داشته در فیلم به نام روز واقعه. شخصا اینا رو فهمیدی که نام هنرپیشه چی بود؟ بله. خسرو شجاع‌زاده. متاسفانه رحیم بازم نتونست تشخیص درست برای ما داشته باشه. امتیاز بعد از بیاره صفر بود، صفر هم باقی مان. نوبت به مقدس رسیده و انتخابی که از بین گزینه های باقی مانده می داشته باشه. کدام گزینه؟ شماره 5. 5 را انتخاب میکنه، اما بعد از وقت هم میبینیم. بخش دوم مسابقه IQ هست. مقدس گزینه 5 را انتخاب کرد. ببینیم در پشت گزینه 5 چی هست. شخصیت های علمی افغانستان. قبول. یک تن از شخصیت های علمی و اقتصادی افغانستان هست و همچنان وزیر پیشین وزارت اقتصاد هم بودند. اسمشان بله میفهمم، نامش از یادم رفته. میشناسی پس این شخصیت هم؟ بله. دیده بودی؟ بله. تخلص شما بگی درست است. ثانیه تمام شد، نتیجه. متاسفانه مقدس چیزی برای گفتن نداشت. یعنی یه شخصیت چهرهش رو میشناخت ولی نامش رو نمیتونست برای ما گفته. میر محمد امین فرهنگ. نام این شخصیت علمی افغانستان. مقدس هم هیچ امتیازی بعد از نورد و صفر هست تا حال در برنامه. نوبت به سجاد رسیده و انتخابی که داره. شماره 12. 12 رو انتخاب میکنن، میبینیم. متاسفانه سجاد گزینه 12 رو انتخاب کرد و دومین گزینه صفر ما بود که از برنامه حذفش کرد. خب ما از سجادی امید نداشتیم که بخواد هر دفعه پشت گزینه صفر رو بگیره و او از برنامه حذفش کنه، ولی ناچار دیگه شانس از همه قدر همراهش یاری کرده. گزینه ها و انتخاب رحیم. گزینه اول. یک رو انتخاب میکنن، میبینیم. شخصیت های سیاسی افغانستان. قبول. نام این شخصیت ها برای ما بگو که چی است. برادر رئیس چنان همیشه در دست مگم در زبان نمیاد. ثانیه تمام شد و رحیم متاسفانه نتونست بر ما تشخیص داشته باشه. نام شخصیت سیاسی حشمت غنی احمد زی. اینا یادت آمد که نام شخصیت چی بود؟ حشمت غنی احمد زی. لحظه که ثانیه در اختیارت بود و وقت داشتی بود یادت میامد که، ولی هرچی یادت هم بیه دیگه هیچ فایده نی به ما داره نی به خودت. رحیم نتونست امتیاز به دست بیاره، صفر بود و همچنان صفر هم باقی مانده. گزینه ها و انتخاب مقدس. شمار 13. 13 میبینیم. هنرپیشه های سینمای افغانستان. قبول. نامی هنرپیشه را بر ما بگو چی است؟
ثانیه تمام شد و نتیجه را میبینیم. متاسفانه مقدس هم نتانست تشخیص داشته باشه و امتیاز به دست بیاره. نام این هنرپیشه ظاهر گرندایی. ظاهر گرندایی. سجاد خود میشناختی؟ این هنرپیشه را؟ هیچ ندیده بودی؟ فیلم افغانی میبینی؟ کم کم زیاد من. کم کم میبینم. همون کم کم هم میبینیم، باز نمیگی که بیام این هنرپیشه را نامش را ببینیم که چی است یا کارگردانش کی است. متاسفانه ما فقط همون نقشش را تماشا میکنیم، مقصد میخواییم ببینیم آخر فیلم چی میشه. مقدس نتانست تشخیص بده و هیچ امتیازی به دست نورد. سجاد و گزینه ها. گزینه ده. ده. میبینیم. مکانهای مذهبی و تاریخی افغانستان. قبول. ببینیم آی کیو چی تصمیم میگیرم. خوشبختانه سجاد خودت موقعیت بر ما درست گفتی و آی کیو هم دیگه همراه دم کاری کرد و جواب خودت درست گرفت. میتونستی بگی زیارت سخی. تو تا اینجا که آمدی کارت سخی، من میگم زیارت خیلی کجا، میتونستی بگی زیارت سخی. نام زیارت دیگه. خب خیر است، مشکل نداره. آی کیو همراهیت هم کاری کرد و برای خودت امتیاز داد. ببینیم امتیاز سجاده. 1000 امتیاز و سجاد تبریک باشه. نوبت به رحیم رسیده. ببینیم رحیم در این لحظه کدام گزینه را انتخاب میکنه. آیا میتونه رحیم هم امتیاز به دست بیاره؟ گزینه دو. گزینه دو را رحیم انتخاب کرد. بعد از وقفه میبینیم. بخش سوم مسابقه آی کیو فرا رسید و شما دیدین که در بخش دوم رحیم گزینه دو را انتخاب کرد. در حال حاضر ببینیم آیا میتونه تشخیص بده رحیم یا که خیر. رد میکنم. رحیم خودت امتیاز نداری. وقتی که امتیاز داشته باشی حق رد کردن داری. پس ناچار بودی گزینه را قبول کنی تا که امتیاز به دست بیاری. شانست امتحان کن. قبول. میبینی. شخصیت‌های علمی و دینی جهان. قبول. قبول میکنم. ببینیم که تصویر از کدام شخصیت است. خب رحیم، نام شخصیت علمی و دینی جهان را برام بگو که چی است؟ تمام شد و رحیم متاسفانه هیچ جوابی برای گفتن نداشت. نام شخصیت علمی و دینی سید حسین طباطبایی بروجردی. خب رحیم نتونست بازم امتیاز به دست بیاره و لحظات بسیار اندک از برنامه آی کیو باقی مانده. ببینیم تا لحظات آخر کدامشان میتونن خوب پیش برن و امتیاز به دست بیارن و همچنان برنده مسابقه ما شوند. مقدس و گزینه ها. شما را 22. 22. میبینیم. شخصیت های علمی و فرهنگی افغانستان. قبول. نام شخصیت علمی و فرهنگی رو برمو بگو چی است؟ ببینیم نتیجه را. متاسفانه ثانیه تمام شد و مقدس نتونست جواب درست برای ما داشته باشه. نام شخصیت فقط تخلصش برای ما گرفت، ولی ما برای ما مهم در این برنامه فقط نام و شخصیت است که برای ما درست میگرفتی. استاد حبیب الله رفیع نام شخصیت بود که خود متاسفانه نتونستی برای ما جواب درست داشته باشی. مقدس هم صفر باقی مانده در برنامه و تا حال هیچ امتیازی به دست نورده. سجاد 1000 امتیاز دارد. ببینیم که چقدر شانس از این به بعد همراهش یاری میکنه. گزینه ها. گزینه سی. سی را انتخاب میکنن. ببینیم.
شخصیت های علمی و دینی افغانستان. سجاد خودت امتیاز داری، حق رد کردن داری و اگر رد هم کردی هیچ تغییراتی در امتیازت نمی آید. اگر می فهمی معلومات داری در رابطه با این گزینه ای که انتخاب کردی قبول کن. چی میکنی؟ رد میکنه سجادی گزینه را. رحیم خودت این گزینه را قبول میکنی یا میخوای دیگه انتخاب داشته باشی؟ دیگه انتخاب میکنم. به طرف گزینه های باقی مانده میریم و انتخاب دیگه ای که میخوای رحیم از بین گزینه ها داشته باشه. زینه 15. 15 را انتخاب میکنن. میبینیم 15 چی است؟ مکان های مذهبی و تاریخی جهان. قبول. برای ما رحیم گفت در کشور عراق است، درست است، ولی برای ما نگفت که اینجا حرم امام حسین است در شهر کربلا. حرم امام حسین بود در شهر کربلا در کشور عراق که رحیم متاسفانه نتونست تشخیص درست بده و امتیاز به دست بیاره و تا حال در برنامه صفر باقی مانده. گزینه ها و انتخاب مقدس شمار 18. 18 را انتخاب میکنن. میبینیم شخصیت های علمی و دینی جهان. قبول. یک تن از شخصیت های مطرح جهان اسلام بوده که اهل لبنان هم بودند. اینال نامش برای من بگو. سید موسی صدر، نامی شخصیت علمی و دینی جهان که متاسفانه مقدس نتونست تشخیص بده و هیچ امتیاز به دست نآورد. به طرف سجاد میریم که 1000 امتیاز داره و تا حال تونست امتیازش حفظ کنه. ببینیم در حال حاضر کدام گزینه را انتخاب میکنن. گزینه 4. 4 انتخاب میکنن. میبینیم رؤسای جمهور کشورهای جهان. یک بارم رد کردی گزینه، دیگه غلط کردن هم نداری، باید قبول کنی و تشخیص بدی بر ما. قبول. نامش چیست و از کدام کشور است؟ بله، جواب درست بر مسجد تانست داده و همچنان در این انتخابش هم خوب بود و تانست که جواب درست بر ما بده و باز هم امتیاز به دست بیاره. البته خودش هم تا حدی خوب پیش رفت و همچنان همکاری آیکیو هم در قسمت بود که جواب سجاد درست گرفت. امتیاز سجاد هم میبینیم. 2000 امتیاز به سجاد، تبریک باشه. نوبت بر رحیم رسید. ببینیم در حال حاضر کدام گزینه را انتخاب میکنن. رحیم متاسفانه وقت برنامه تمام شد و نوبت به این نرسید که خودت دوباره انتخاب داشته باشی و شانس بعدی تا امتحان کنی. تشکر از حضورتان اشرا کننده عزیز، سلامت باشین، وقت خوش برتان میخوایم و همچنان به سجادم تبریک باشه چرا که تانست 2000 امتیاز به دست بیاره. تبریک باشه به خودت. سپاس از شما بیننده های عزیز، وقت لحظات خوب و خوش تا برنامه بعد. خدا نگهداره همه ما و شما.